چند؟ اینو بگیریم بزنیم. این خوشمزه است. صابونه هتل. صابونش خیلی کامله. و اینکه الان من صابونمو اردارم. چون الان تور لیدر میاد دنبالمون، هممون هم خواب بود. آقا الان داریم میریم کجا آقا نوی؟ قاره باتوکه، یکی از معروف ترین جاهاست. داریم میریم اول اونجا، تقریبا 45 دقیقه اینا راه داریم. راجبه قاره واسه یه توضیح بده. بدن قاره باتوکه یعنی اونجا میگه باتوه باکه. بیفه کیف باتو کیف باتو کیف باتو کیف بوده دیگه، بعد شده کیف. درسته؟ قاره باتو دیگه. آها اینو بهتون بگم که شهریار و یگانه مصدومای جمعمونن. یگانه گلو درد گرفت، از شهریار حالش خوبه دیگه، ولی خب چون یگانه با من نمیاد. مصدومی هم با قلبم کار میکنه. آره این عداست دیگه، بعد دیگه موندن و برای خیلی یعنی بهترین تور رو از دست دادن دیگه. حالا من گفتم که اگه مثلا بتونن یه دو ساعت که با تاکسی ما بپیوندن، خدا میدونه چی کار باید بکنه. بریم دیگه، همینه دیگه، درسته؟ رسیدیم به اینجای خیلی خوشگل. به به اومدیم مغازه هندیا. اینجا قراره که یه نوشیدنی بخوریم، چای مخصوصشون رو که همون چای و شیر و عسل. نوشیدنی مخصوص هند. مثل ماساله خودمونه در مورد. بچه‌ها از این لباسای موراکی چی بگیریم واسه میمونا؟ موراکی؟ واسه میمونا از اینجا بخریم. موز بگیریم واسه علی، موز بگیریم. یا پشو که صافت نمک تو وای خدایا، وای چقدر خوشگله اینجا. به به چه ماهی های گنده هم. از این گلا گرفتم. وای چقدر خوشگله. این بدیشیه پایینش خیلی شلوغه. افتاد تا پله. نفس نگیرن از امو یا ابلفز. دیدین چجوری گل منو دوزید؟ خدا روشو گوشیمو نگرفت. فکر کنم گوشیمو بگه، بعد بگیم گوشیمو یه میمونه دوزید. بچه ها میان اینجا از مردم میزنن و میبرن توی قلعه هاشون. اینا رو ببینید چی زدن به خودشون. ببینم ادم میدازا حاجی ام میلاد خوشش شما از این چیزایی مال بوداشون داد به میلاد، به من گل دادن. ما رفتیم هم هزینه کردیم به تو گل دادن. گلش مجانی بود. این مجانی بود. گل منو میمونا ازم گرفتن، اتک زدن به حمله کردن. سوسونو. الهی ببینم. اوه 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 اوه. Thank you. رازی عزیز. رازی. ما دیگه داریم میریم یه جای دیگه. خیلی اونجا قشنگ بود، فوق‌العاده بود، یکی از قشنگ‌ترین‌ها بود. میمونا هم که پدرمون رو در آوردن. الان داریم میریم دهکده فرانسویا که مشابه دهکده فرانسویا اینجا رو درست کردن. داریم میریم اونجا رو ببینیم و که با من همراه بشیم. سیدیم آقا نوید یه توضیح بده. آقای مهاتیر محمد میبینه مردم کشورش زیاد علاوه اقتصادی
قوی نیستن، تصمیم میگیره یه دهکده ای رو بسازه به اسم دهکده کلمر فرانسه که برگرفته شده از همون دهکده کلمر خود فرانسه است. بعد اومده اینجوری ساختمان‌ها رو شبیه سازی کرده عین همون دهکده. مسافرای داشتیم که از رفتن دهکده کلمر فرانسه رو دیدن و گفتن 80-90% واقعا شبیه به اونجاست. فقط تنها تفاوتی که مثلا میتونیم ببینیم اونجا یه رودخونه ای داره که اینجا این رودخونه رو دیگه نتونستن واقعا در بیارن. بعد ما الان رسیدیم به دهکده کلمر فرانسه. کلمر یا کلمن؟ کلمر. کلمر. کلمن که تو فوتبال ما ازش آب می‌خوردیم. کلمر مصاحبه. بفرمایید دوستان. متشکرم. از قشنگ‌ترین جاها. خیلی خوشگل مالزی. از نظر طبیعت. کلمر. دستشویی و بالکن دستشویی رو دیدم. واقعا هوم ای پیشنت چقدر زیباست. مگه میشه این همه زیبایی؟ Botto serenità de guerra. Conte la porta della signorita, conte la barba signorita. میدازه اومده مال بچه کوچولو ها رو گرفته. نگاه کن اصلا جا نمیشه. دیوونه است. خب بچه ها دیگه از دهکده فرانسوی اومدیم بیرون، نشستیم تو ماشین، داریم میریم ناهار بخوریم. بعد ناهار هم میخواییم بریم معبد بهشت و جهنم با هم ببینیم، اونم تا 20 دقیقه تا برسیم ناهار بخوریم. 20 دقیقه راه نبود خدایی، 10 دقیقه راه بود، به خدا 10 دقیقه بود. چرا قفل چی؟ چرا این چه نوشت داری؟ چرا این دهن محسن نیست رو بخوابی قضا رو چرا نمیاره؟ نا متاسفانه گوشادی کنشون کنم چون یه چیزی میخوان که یه کاری انجام بدن فقط یک ساعت زمان میبره. یعنی زن و بچه دید شده چشا تو بخوای آقا یه غذا بخوری ما مردیم. ما یه مکدونالد همه جا سریع میدن دیگه، یک ساعت و نیمه میخواد یه دونه برگر ما بده. نگاه مثلا گاه بودن اینجا میبردن مثلا. آره روز که یاره میبردن آب نمیابرد دو ساعت بعد میابرد. خوشنمه. امیدوارم خوشمزه باشه. امیدوار. بریم به سمت معبد بهشت و جهنم. شخصی به نام مستر لیم گوهتونگ تصمیم میگیره یه کازینوی توی مالزی بسید. چرا یه همچین تصمیمی میگیره؟ میاد میبینه توی پارک ها پیرمرد ها جوان ها میشنن با هم بازی میکنن، قمار میکنن و قمار هم جزی از آداب و رسوم چینی هست. خب به خاطر همینه که چینی ها توی بیزینس آدم های موفقی هستن. بعد میره با پادشاه وقت، رئیس جمهور وقت قرار ملاقات میذاره. خیلی آدم پول دنیا بوده، خیلی هم کار بکن بوده این آدم. قرار میذاره که اینجا بیاد توی کشور اسلامی مالزی بیاد یک کازینو بزنه. اونا هم هی میگن نه نه، ولی انقدر اصرار میکنه برمیگردن بهش میگن میتونی بری بالای کوها. خب برو بالای کوها یه جایی رو پیدا کن بهت اجازه میدیم که بزنی. یعنی فرستادش دنبال نخودسی ها، ولی این آقا اومدش گشتش گشت و اینجا رو پیدا کرد. بعد پیدا میکنه رئیس جمهور وقت میگه بیا اینجا رو ببین، میبینه بهش میگه باشه بساز. بعد میره تیم مهندسی خودشو میاره، تخمین میزنن که اینجا باید 15 سال جاده سازیش طول بکشه. چیه؟ یه جاده معمولی، نه این جاده که الان داریم پیش میریم. این آقا میره تیم مهندسیشو از چین میاره و توی 3 سال این جاده رو میسازه. و یه اتاقک های کوچیک کوچیکی میسازه و کم کم استقبال میشه ازش و بهش اینجا رو 10 سال محافظ مالیات میکنن. و انقدر اینجا بزرگ میشه که بزرگترین هتل ثبت شده تو گینس اینجاست. این بزرگترین هتل در لحاظ تعداد اتاق خوابه که 7300 خورده اتاق داره. یه هتل 3 ستاره ایه که میگن اگه یه زن و شوهری بیا اینجا بچه شو خودم اول بده هر روز توی یک اتاق زندگی کنه این بچه، روزی که از آخرین اتاق میاد بیرون بالای 21
الان کدوم همین هتل کوچوله بغل بود؟ نمیبینیدش تا آخر لحظه. تا آخر لحظه نمیبینیدش، نمیبینید توضیح میدید؟ بله. آها، کل داستان اینجا رو دارم بهتون توضیح میدم. بعد بهتون بگم اینجا اومدن یه معبد بهش و جهنم هم ساختن به اسم چینسویی که خاکستر آقای لیم گوهتونگ هم اونجا نگهداری میکنن و خب خیلی چینی هم به دعا کردن اینا اعتقاد دارن، بخاطر همین اینجا اومدن یک معبدی هم ساختن. 30% درآمد کل مالزی از همین جاست. 30% درآمد کل بعد خیلی مالیات سنگین میدن. کازینوی 24 ساعت هست، فیلم برداری عکاسی توی کازینو ممنوعه. اگه ببینن گوشتون رو میگیرن و مجبورتون میکنن که پاک کنید. کازینو دو مدل کازینو داریم، وی آی پی داریم و فری، که ما فقط داخل فریش میتونیم بریم. وی آی پی باید کارت داشته باشید. بعد بهتون بگم اونجا مرکز خرید خیلی بزرگی هست، شهر بازی روباز، شهر بازی سرپوشیده، رستوران های متنوع. و بهتون بگم میتونید اونجا وقت بگذارید، خیلی آفر خوبی هم خورد. آقای لیم گوهتونگ سال 2007 فوت میکنه و خب تمام داراییش میرسه به وراثش. خب از اینجایی که شما میبینید وارد ملک شخصی آقای لیم گوهتونگ میشید، که یعنی الان من پایین ترین قسمتی که میخواییم بریم 2.2 کیلومتر فاصله است تا خودش بالای همون کازینو که بخوایم بریم. فکر کنم نزدیک 6-7 کیلومتر فقط با ماشین میتونیم بریم، تازه برسیم به اونجا. رسیدیم، بریم تلکابین سوار شیم، الان بریم به سمت معبد بهشت و جهنم. همین از دیمونه شد تا من روهم لباس پوشیده هم، چون بالای چند تا جاست میخواستم دوتا لباس عوض کنم و اینا. یه عالم نگاه با این گردن بنده با این اینجا رو ببینید، 30 تا لباس رو هم پوشیدم. دیگه داریم میریم سفارشیم. های منه ها واسه استایل بودش از سرش. بازی تو میره که بریم معبد بهشت و جهنم ببینیم، دوباره سوار کابین میشیم، تلفن میشیم، میریم بالاتر و خیلی باحاله بچه‌ها. اصلا شما نمیدونید تو ارتفاع چه چیزهایی ساخت. و اینجا هم بلندترین و طولانی ترین تلکابین آسیا است. آسیا درسته؟ عجب. 9 تا پله برقی رو میریم پایین که برسیم به معبد بهشت و جهنم. تو واقعا تو ارتفاعتیم و خیلی خوشگل. کلاه خیلی بد میاد. نگاه کن فقط کاراشو. تو رو خدا یه وقت کلاه شو. واقعا چقدر قشنگه بچه ها. نمیدونید کار من چقدر سخته. من نمیدونم استوری بگیرم، بلاگ بگیرم، نمیدونم چی کار کنم. ولی نقاشیه، مگه میشه همچین چیزی؟ نقاشی واقع مهو ببینید. ایشون همون آقایی هم که اینجا رو ساختن؟ قسمتی از خاکسترش میده. انگار رو آسمون ها این واقعا. اون بهشون توضیح بدم. وای چقدر خوشگله اون. بودا بودا اصلی هستیه.
میگه هست دیگه. اینا رو می‌خواستیم به ما توضیح. خب گفتم چینیای چیزی که با بلد بشه. اینجا دارن قمار میکنن. اینا تو یه مراسم خواستگاری نشون میده. پدر دختر، اینم داماده. خب ایشون با هم قمار میکنن. این آبیه. آبیه داماد. آره اینا که دختره. پدره. بعد دارن با هم قمار میکنن. پدره میخواد بسنجه داماده بلده یا نه. این طلاییه. این نگهبان جهنمه. آره. جهنمه. اونم خانم تیانهو یه راهب معروف چینیه که حالا توی سیتی ترکیه بری اونجا شما داستانشو بهتون توضیح میدن. آبی که از زیرش میاد معروفه به آب رحمت. آب رحمت. بله. اونم بودای علامت مدیتیشنش با دستش گرفته. یه سینه‌اش چیکار می‌بینید شما؟ یه شکلی رو می‌بینید که چهار عنصر اصلی آب، باد، خاک، سینه‌اش بود. کچل بوده. یه موقعی که مدیتیشن می‌کرده رو سرش حلزونه می‌اومده می‌شستن. سرش حلزونه که از پوست سرش محافظت کنن. وقتی که مدیتیشن می‌کرده انقدر سبک می‌شده که می‌تونه بهش تشبیه می‌کردن که می‌تونه روی گل نیلوفری که روی این یک ماه جنابره بشه. و بعدش این واسه بدم که جهنم بریم من از سمت جهنم بریم تو جهنم بریم به جهنم با بعد من یکی از جهنم اومد مثلا اینکه از جهنم گناه های مختلف رو میبینید بالا چشمش خراب شده نه اون چشم سوم آها اون نه زیر چشمش ممکنه ترک کنید چشم سوم هم آره اوت روشن میکنم همینطور جان روشن کن آرزو کن بگو خیلی متشکرم از این خواهری که خدا به من عطا کرده جهنم اومدیم تو جهنم بهشت اینجا واقعا بهشت اون بر بهشت اگه این جهنمتونه که خیلی قشنگ خیلی بریم توی بهشت ببینید واسه شما دارم از کجاها و صخره ها میرم بالا که فقط برسم به بهشت زرین وای 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 من نخورم زمین صلواته ها وای خدای پلش رو نگاه کنید اینجا راست اینجا بهشته کجاش بهشت اینجا بهشت نیست بچه ها خودتون ببینید دیگه چقدر زیباست دیگه من حرفی ندارم واقعا کسایی که خیلی گناه کرده اینو ببین زیر پاش له کرده بنده خدا آنها بد گناه داشتیم کسانی که اینو نگاه کن سیخو کرده تو معتاد یارو به خدا خدا وضعیت گناهش سنگین بوده اون که با اره کلشو زدن این گناه خیلی سنگینه مقبره جهنم هستی مقبره جهنم اینم که گردنشو زدن از سینه اوه 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 این تلیت بوده مثل آبگوشت خودمون از تلیت گناهان کبیره رو میبینی اوه یه چقدر کونش کوچولوه بنده خدا رو ناغونشون کردن آقای ای جون بوم نقاشیو ببین یا خدا یا خدا اصلا هرچی ویدیو میگیرم احساس میکنم باز قشنگیشو کامل بهتون نشون ندادم جاتون خالی اون که عاشق تو بود از ته دلش منم اما این روزا بودن و نبودنم فرقی نداره واسه تو رنگ شب شدی یادت رفت رو هرچه راه روشنی حتی از راه دور پت میکنی بی ستاره تو عمق نگاه تو بای اشاره عاشقم کردی به آسونی
گفتم زندگی بی تو دلیلی نداره، نگفتی به هم که یه روزی قراره بریم. ما دوباره داریم سوار میشیم بریم دوباره بالاتر. همین الانش خیلی بالا میگه، نمیم به کجا میخواییم بریم، به خدا میخواییم برسیم. بریم بالاتر که به شب واقعا شهر ساختن، رو ابرا شهر ساختن، باورتون نمیشه. بچه این مسکونی ها زندگی میکنن روی ابرا. نگاه کنی فقط ارتفاعاتو اینجوری میفهمی. اینجا یه سوخگیری میکنی میری بالاتر. خیلی جالبه که روی ابرا شهر ساختن. ماشین برات میاد جاده ساختن براش تا آخرش ما... ولی خب خیلی راهه دیگه، درسته؟ وای بچه ها ترن هوایی رو بریم، خدایی رو ابراز همه تحتیله. این شهر بازی شده؟ چرا تحتیله؟ شیشه دیگه، دو تا شیش میشه مانی. ای بابا بر میگردم. عالی بود، نمیدونین چه کارتینگ خفنی داشت، چه ترن هوایی داشت. من واقعا میام جمعه اینجا. بچه ها ببینید رو ابراز چی ساختن. فقط فقط شما نگاه کنین چی ساختن. بچه این شهر بازیشه، ببینید واقعا پیشنهاد میکنم بیاین مالزی، خیلی اصلا کشور قشنگیه. عشق کردم، چون مال بزرگ شهر بازی داره، ولی خب بیشتر برای بچه هست. شهر بازی که برای بزرگ هست سشیش میبنده، ولی آلردی من اینجا آه مای گاد از آلردی آه مای گاد اینقدر من این چیزها رو دوست دارم منم به چرخم و اینه خیلی باحاله. رو همون زنده سود جا تو خیلی خالی. بریم سوار این دیوونه شید. گرفتم اینم که الان تو صفشیم سوار شیم. هنگام اینو رضایت داد بیاد، بقیه چیزا رو نمیاد. ما دیگه داریم بر میگردیم به سمت هتل. البته قبل از اینکه به هتل برسیم قراره یه رستوران عربی شام بخوریم و بعدش هم بریم هتل. من بیهوش شم. اومدیم این رستوران عربیه، غذامون هم خوردیم و دیگه داریم بریم هتل. بیا برسم هتل دیگه، واقعا بیهوش شدم چون واقعا نخوابیدم چند روز. چشام دیگه بفهم چی گفت. پامی بیسرم بیسر نازم خوشگلی بیسر تو هستی، بیسر تا لغو شکستی. بیا برسم هتل دیگه، واقعا بیهوش شدم چون واقعا نخوابیدم چند روز. چشام دیگه بفهم